بعد دو ماه بالاخره مکرون نخست وزیر جدید رو معرفی کرد ولی اعتراضها هنوز ادامه داره. با چه گزینه‌هایی برای تشکیل دولت داره؟ بله دقیقا کار بسیار سختی رو خواهد داشت آقای بارنیه برای تعیین اعضای کابینش در شرایطی که حزب او نتایج خوبی در انتخابات مجلس ملی فرانسه کسب نکرده بود در واقع بعد از احزاب دیگه قرار گرفته بود یعنی بعد از اطلاف چپ ها که بیشترین کرسی ها رو آوردن راستای های میان از جمله مکرون اتحادی که اونها تشکیل داده بودن میان روها و بعد راست افراطی اجتماع ملی و بعد از اونها بود که محافظ کارها قرار می گرفتن و حالا آقای مکرون تصمیم گرفته که شخصی از این گروه رو به عنوان نخست وزیر انتخاب بکنه خیلی ها از جمله احزاب چپ و به خصوص سوسیالیست ها معتقدند که امانوئل مکرون با این انتخاب به نوعی خیلی رو برای راست افراطی فرانسه راحت کرده و دولت رو به نوعی مدیون اونها خواهد کرد به دلیل اینکه آی بارنیه برای در واقع تصویب خیلی از قوانینی که بخواد به مجلس ملی فرانسه ببره یا حتی برای گرفتن اگر رأی اعتمادی باشه نیاز داره به اون نیروهای راست افراطی به دلیل اینکه چپ ها گفتن از او حمایت نخواهند کرد بنابراین در این شرایطی که راست میان با آقای بارنیه موافق خواهند بود راست افراتی تا اینجا گفته که در صورتی اعتراض میکنه یا رأی عدم اعتماد میده که یک بار دیگه با فرانسوی ها به گفته خانم لوپن بد رفتاری بشه در این شرایطی که نزدیکی بیشتری احتمالا خواهند داشت با راست افراتی تا چپ ها در تا اینجا یک کار اعتراض از طرف تیف های مختلف چپ بوده ولی در تظاهراتی که روز گذشته برگزار شد این احزاب چپ گروه سوسیالیست ها در اون نبودند هرچند که اونها هم گفتند که کسی رو به دولت نخواهند فرستاد البته آقای بارنیه گفته در حال مذاکره هست و افرادی از تیف راست و همینطور چپ رو در کابینه خودش خواهد داشت حالا بعد ببینیم چه کسی از سوسیالیست ها حاضره که در دولت او شرکت بکنه به غیر از اون مردم هم به نظر میرسه که ناراحتن امانوئل ماکرون رو متهم میکنن به اینکه نتایج انتخابات رو نادیده گرفته دموکراسی رو رایت نکرده و با توجه به اینکه احزاب چپ تونسته بودن رأی بیشتری رو بیارن باید نخست وزیر رو از این طیف انتخاب میکرده کاری که انجام نداده اما در مقابل یک نظرسنجی های دیگه هم هست که با وجود اینکه نشون میده که مردم ناراضیان از تصمیم مال مکرون ولی فکر میکنن 44 درصدشون که میشل بارنی میتونه نخست وزیر خوبی باشه با توجه به سوابق بسیار زیادی که داره در دولت های مختلف و از نظر بسیاری از اونها قابل احترامه ممنون است تو امکار نیلوفر پور ابراهیم از پاریس